با اجازه شروع کنیم دیگه. فکر کنم یه تقریبا 75 دقیقه است. می‌خواستم یکم وقتم بذارم آخرش واسه سوال جواب دوستان. من بابک هستم، پروفشنال انجینیر از اونتاریو. این جلسه یه فری وبیناریه که واسه کورسی که دوباره ما واسه بار چندم تو فناورین داریم ارائه میدیم به اسم MPPE داریم برگزارش میکنیم. از دو هفته دیگه شروع میشه. حالا اون کورس که سولداد شد، ولی واسه کورس‌های بعدی خواستیم که یه اطلاعات کلی به دوستان بدیم اگه خواستن شرکت کنن که ببینن ما چه کار میکنیم، اکسپکتیشن از کسی که میخوان شرکت کنن چیه و چطور میتونیم موفق شیم تو امتحان. سوالی هم اگه داشتین تو چت میتونیم بنویسین، ولی آخرش هم ما یه Q&A داریم با هم. و اجندای امروز یک کوچولو درباره خود پی ان صحبت میکنیم و پروسسی که میشه پی ان گرفت، ولی من اسوم میکنم و نسبت به این چتی هم که باز اول جلسه بچه‌ها پرسیدن اکثرا آماده امتحان هستن، یعنی اون مدارک پی ان رو فرستادن دیگه، وارد ریکوایرمنت هاش و اینا نمیخوام بشم، بیشتر میخوام بریم سراغ پریپریشن واسه امتحان. ولی یکم درباره سوال میکنیم، اگه وقت شدم آخر توضیح میدم که اگه کسی سوالی درباره پروسس اپلای کردنش داشت. درباره استراکچری که ما تو این کورس داریم صحبت میکنیم و درباره خود اگزم که شامل چه چیزایی هست و چجوری بهتر میتونیم آماده شین، و یه چند تا تیپ هم میگیم که چجوری واسه امتحان آماده شین، و چند تا فکر کنم 5 تا تست هم آماده کردم که با هم یه ریویو بکنیم، یه ایده داشته باشیم اصلا سوالا چجوریه. اولش توضیح دادم، من خودم 10 ساله که تو استان اونتاریو پروفشنال انجینیرینگ هستم، تو نیو برانزویک آلبرتا هم بودم به خاطر اون پروژه کانسالتینگ که انجام میدادیم، ولی اونا رو دیگه تمدید نکردم، تو پرانتز باشم اینجا رو. و تقریبا 15 ساله که تو کانادا مشغول کارهای مهندسی و پروجکت منیجمنت و تدریس و کارهای مربوط به حوزه مهندسی هستم. چه کسایی لازمه که این کورس رو ثبت نام کنن؟ البته اگه دوست داشته باشن، کسایی که EIT الان هستن تایتلشون هست، یعنی در شرف گرفتن پی ان جن میتونن از این کورس بیشتر استفاده رو کنن. یه سری هم هستن که خلاصا EIT اپلای نکردن، مستقیم واسه پی ان جن اپلای کردن و میخوان. من به نظرم کسایی که حتی تا 2 ماه آینده تا 2 سال آینده میخوان امتحان بدن، این کورس کمکشون میکنه. بعد قسمت هایی که ما توش کار میکنیم Law, Ethics, Regulation تو محیط مهندسی کانادا است. چرا ما باید PNG؟ ولی اینو دیگه همه تون میدونین، ولی یک کم بخوایم سریع بهش اشاره کنیم. یکی این که تایتل PNG مدل تایتل مهندسی تو ایرانه، یعنی تو ایران یه جوری بود که برای میگم مهندس، ولی اینجا نمیتونیم مهندس به کسی بگی. مهندس به کسی گفته میشه که تایتل PNG رو گرفته باشه، حالا از هر استانی که توش داره کار میکنه، و از اون به بعد میتونه تایتل انجینیر رو تو مهر توی امضاش رو توی ایمیل ها استفاده کنه. تو خیلی استانا به صورت قانونی لازم دارین که بعضی کارا رو که بخواین انجام بدین تایتل PNG رو داشته باشین، و بدون داشتن اون ریکوایرمنت ها نمیتونین استفاده کنین. بعد کلن هم که یه پرستیج میاره واسه شما، میتونین جزء جامعه مهندسی باشین. کانادا تقریبا 160 هزار تا مهندسی داره و شما میتونین جزء اونا باشین، و تو کریر دیولپمنتتون کار میکنه. معمولا یه جامپ سالری دارن، معمولا یه 20% 15% مینیمم وقتی شما تایتل رو بگیرین. شرکت ها سالری شما رو اینکریز میکنن، یا اگر سویچ کنین بین جاوا اکسپکت که میکنین در واسه افزایش حقوقاتون نقدره. بعد کلن هم به قول معروف های ریبل تر میشین، پروموشن راحت تر میگیرین، و تو رزومه تون استاندارد میکنه این تایتل. درباره پروسه گرفتن PNG یک کم بخوایم اشاره کنیم. از وقتی شما اپلای میکنین اون اکادمیک اسسمنتتون رو اگر خارج از کانادا تحصیل کرده باشین که توی این باکس الان میبینین اول انجام میدن، بعد اگر ریکوایرمنتی داشته باشین که میت نشده باشه ممکنه بهتون یه سری امتحانا بخوره، ولی بعد از اون وارد مرحله 2 میشین که الان شما اکثرا اینجا این امتحان رو باید بدین
بعد خیلی بعد از امتحان تقریبا 2 ماه طول میکشه که جواب امتحان بیاد و دیگه پروسش خیلی سریع انجام میشه، کل مدارکتون رو یه بار دیگه چک میکنن و محل آخرم که محل 4 اینجا نشون داده باشه اپرووال پی ان جی تون رو میگیرین. MPP حالا این البته چیز استپایی بود که توی سایت پیو نوشته، ولی بقیه جا هم همین جوریه. من اشاره کردم مرحله یک اینکه اپلیکیشن رو میفرستیم، مرحله دو بهتون یه ایمیل میزنن معمولا 2 ماه قبل از اولین باری که ما الیجیبلیم واسه امتحان، که تو اون تاریخ به تا 2 ماه بعد میتونه امتحان رو بدین یا هر تاریخ بعد از اون که مد نظرتون باشه. بعد بقیه پروسسش هم تو ایمیل و اینا بهتون نشون دادن که چه کار باید بکنین. اون نکته که داره واسه اینترنشنال انجینیرینگ گرادا معمولا یکم پروسش ممکنه فرق داشته باشه، کیس بای کیس میرن، یکم شامل همون امتحانی که ممکنه بهشون بخوره. تا اینجا اگه سوالی دارین بپرسین که میخوام کم کم برم قسمت خود امتحان. اگر سوال خاصی دارین از دوستانم خواستم که تو چت بنویسن که از کدوم استان هستن که من ببینم بیشتر کدوم مباحث رو اشاره کنم، و به صورت yes or no بگین که تا 1 سال آینده میخواین امتحان رو بدین یا نه. ممنون. خب اگر سوال خاصی نیست ادامه بدیم. خب استرکچر امتحان چجوریه؟ امتحان یه امتحان 2 ساعت و نیمه است، کلوز بوک و آنلاینه، 110 تا سواله که حالا حدوداً 80 ثانیه وقت دارین هر سوال انجام بدین، هر سوال 4 تا جواب A B C D داره، زیاد پس وقت ندارین، یعنی باید قشنگ پریپر باشین. بعضی بدون پریپریشن میرن معمولا موفق نمیشن، یعنی باید جدی گرفت اون کتاب و متریالی که حالا ما بهتون میدین یا خودتون خارج از این مجموعه میخواین پریپر کنین، خودتون رو باید جدی بگیرین و بخونین. 40 تا تاپیک کلیه که حالا اون مین کاتگوریش اتیک و لا و پروفشنال پرکتیسه. آلبرتا لیدر این قضیه است که کل ام پی پی رو دیزاین کرده و 65% باید تستا رو مثبت جواب بدین تا امتحان رو پاس بشین. چیز هم نداره تست تست منفی نداره. تو ایران بود کنکور می‌زدیم اشتباه می‌زدیم منفی بود، اونو نداره. شما یه اشتباه بدین نمره ازتون کسر نمیشه. شما 65% تستا رو بعد مثبت جواب بدین. این تعامل همه استانا و تریتوریا یکیه، همون 110 سواله. مال کبک 110 تا سوال هست ولی 3 تا قسمت داره، فرق داره، انگلیسی داره، فرانسه هم داره. و مینیمم ریکوایرمنتش اینه که شما 60% تو هر کدوم از اون 3 تا پارت داشته باشین. یعنی اگر 1 و 80 بزنید، 1 و 50، اون یکی که 50 زدین اونو باید همون یه دونه رو دوباره تکرار کنید. تو بقیه استانا فقط کاتگوری بندی نداره، 65% کل مجموعه سوالا رو اگه جواب بدین قبول شدین. تو بی سی هم اون 110 تا هست واسه 2 ساعت و نیم، 1 ساعت هم وقت میدن که امتحان نوشتنی استی دارین. بعد اینو که امتحانو که قبول شین شما الیجیبلین که استمپ رو استفاده کنین ازش. امتحانم اونقدر یعنی سطح زبانش زیاد سخت نیست، خودشون میگن که واسه کسی که مثلا گرید 10 مدرسه رو اینجا پاس کنه یعنی وکابولری سخت نمیخواد، ولی زیاد هم آسون نیست. یه سری اصطلاح حقوقی مخصوصا داره که معمولا واسه ما ایرانی‌ها که اینجا درس نخوندیم یکم سخته، اونا رو باید از اول همه رو یادداشت کنین و پرکتیس کنین که یادتون نره. فی امتحانم تا پارسال $230 بود. سلاید بعد اگه بریم. سیلابس امتحان اون 3 تا مین کاتگوری بود، 6 تا هم ساب کاتگوری داره که هر کدوم ویتشون رو اینجا نشون داده بودن. 10% پروفشنالیزم، 20% اتیکس، پروفشنال پرکتیس و لاو پروفشنال پرکتیس، این دوتا بزرگترین سوال ازش میاد، تعداد بیشتر سوال میاد. بعد پروفشنال لاو، بعد رگولیشن ها و دیسیپلین ها، تقریبا 11% سوال ها از این قسمت میاد.
کتاب ها رو حالا اشاره میکنم، ولی قبلش امتحاناش، امتحان در 4 بار در 5 بار در سال انجام میشه، تاریخش ست نیست، عوض میشه هر سال، ولی معمولا امتحان اول تو بین ژانویه و فوریه یکی از این ماه ها انجام میشه، اپریل جون، بین آگوست سپتامبر یه تاریخه و نوامبر هم یه بار حتما انجام میشه. این اطلاعات آخری که من سایت MPPE برداشتم. امتحانی که آخرین بار که برگزار شد جون 20 نه ریزالتش میاد جون 6 تا 8 بود که امتحان برگزار شد، اینجا نشون داده جون 29 جواباش میاد. امتحان بعدی که ما این کورس 2 هفته آینده که شروع میشه، خیلی ها ثبت نام کردن، آخر آگست امتحانش و دوره بعدی که شما میتونید امتحان کنید، فکر کنم آگست رو دیگه میس کردین ددلاینش، ولی نوامبر میتونید امتحان رو رجیستر کنید. چجوری باید پریپیر کنین واسه امتحان؟ دو تا کتاب اصلیه، پرکتیکال لا که قوانین حقوقی مهندسی کاناداست و پرکتیس آف اتیکس، پرکتیس آن اتیکس که این اتیکس و اتیکس کار در کانادا رو نشون میده به شما. رو هم بکنم یه مجموعه 1000 صفحه باشه، زیادم آسون نیست خوندنش. ما تو این کلاسه سعی میکنیم اون نکات اصلیش رو به شما بیشتر تاکید کنیم، اونجایی که بیشتر سوال میاد ازش، و ولی بازم تاکید من به شخص اینه که کلش رو مطالعه بکنین حتی به عنوان داستان مانند، ولی اون جایی که بیشتر سوال میاد، اون جایی که مهمتره و ما میدونیم که معمولا تاکید میکنن MPPE روش، اونا رو بیشتر هایلایت میکنیم و با یه سری تست ها سعی میکنیم که بیشتر جا بندازیم واسه شما. دورهامون که تو فناوران انجام میدیم واسه preparation for واسه MPPE 12 جلسه 2.5 ساعت هست. دو جلسه در هفته میذاریم که سعی کنیم تو 2 ماه از اول تا آخرش رو با هم انجام بدیم. سیلابسه کتاب رو بهم میریم که چه چیزایی کاور شده از هر جلسه. آخر جلسه هم یه تستی با هم انجام میدیم که اون مطالب اون روز جا بیفته. از این 12 جلسه معمولا 5 تاشو به اتیکس اختصاص میدیم، 6 تاشو به قوانین حقوقی، یه جلسه آخر هم که کلن یه تست میزنیم که ببینیم میزان آمادگیتون چقدره. اتیکسش کلن راحت تره، خیلی هاش مکسنس میکنه به قول معروف شما، یعنی مثلا 70% شاید اتیکس رو همین جوری هم ازتون من سوال کنم جواب درست بدین، چیز اخلاقی بیشتر. ولی قسمت لاش واقعا سخته، خیلی چیزای حقوقی که من خودم هر دفعه هی میخونم دوباره یادم میره، دوباره یادآوری میشه به هم تو محیط کار، مخصوصا میرین میبینین که مثلا چیزایی هست که واقعا باید لازم داشته باشین. به نظر من این دوتا کتاب رو حتما تهیه کنین، حالا ادیشن مثلا از 2015 به بعدش هم اشکال نداره. من خودم 2015 و 2019 رو شروع کردم، ولی هر سال آپدیت میشه، یه سری اختلاف های کوچیک داره که اونا رو در میاریم که تو امتحان یه موقع مشکل دار نشین، ولی این کتاب ها رو به نظر من داشته باشین بخونین، مخصوصا قسمت لاش رو. حالا شما پی انجتون که انشالله به زودی خواهین گرفت، ولی وقتی وارد محیط کار بشین یه سری قوانین و اینا هست که هر دفعه باید رجوع کنیم بهش. میتونه مثلا یه دیکشنری مثلا رو میز کارتون باشه. مثلا ما چند وقت پیش داشتیم واسه شرکت یه سری کانترکت ها مینوشتیم، واسه لینش اپلای میکردیم. بعد نیست که هی چند وقت یه بار ریویو بشه که مشکل دار نشین تو محیط کارتون. و این وکبلری هاش هم من توصیه میکنم که یه جا یادداشت کنین، تو بحثای کاری تو ایمیل ها هم بهش برخورد میکنین، هم بعد نیست بعضی موقع استفاده کنین تو کانورسیشناتون، تو داکیومنت هایی که سر کار تهیه میکنین که نشون بده که شما هم تایتل پی انجو دارین هم واقعا فهمیدین و استفاده میکنین. خیلی ها میخونن و یادشون میره، 2 سال دیگه ازشون سوال کنین هیچی شاید به یاد نیارن، ولی بعد نیست که تو کار روزانتون استفاده کنین از این مطلب. یه چند تا تیپ کلیه که خود پی او هم همیشه تاکید میکنه، میگه شما مثلا نمیخواین چیزای مربوط به استان رو حفظ کنین،
مثلا اکتای استانی، کد آف اتیکس استانی یا هلث اند سیفتی اکتای مال هر پروونسی که تو کتاب هست، چون بعضیش فرق داره. سوال از این قسمت ها معمولا نمیاد، سوال خیلی جنرال تر میاد، یعنی چون آدم نمیپرسه که مثلا تو آلبرتا مثلا این اکت چه جوریه، چه فرق داره با بقیه جا. یه چیزی میپرسه که تو کل استانا اپلای بشه. بعد نکته اصلی این که بخواین آماده شین، چون اکثرا از ایران اومدیم کنکور دادیم، بدیم چه خیلی مثلا توضیحات داشت درباره که چجوری تست بزنیم و مثلا تست اگه نمیدونیم ازش عبور کنیم بعدا برگردیم. اینا رو دیگه هم تو کلاس ها بهش اشاره میکنیم هم خودتون بلدیم، ولی مهمترینش اینه که به نظر من کتاب و یک کوچولو داستانوار وقتی کلاس رو برمیریم جلو بخونین. من سکشن بندی کردم، میگم که هر جلسه تا کجا کتاب بخونین یه سر تست میزنیم، دوباره میخونیم و مطلب جا میفته و به راحتی میتونه قبول شه امتحان. حالا اینجا من میخواستم یه سری تست باهاتون بزنم. الان میتونین خودتون اگه خواستین جواب بدین آن میوت کنین. بعد دو سه تا تستش آسونه، دو سه تا شکم چالنجینگه که یکم ایده بگیرین چجوری میخواین سوالا چجوریه، چجوری باید جواب بدین. مثلا سوال تست اولش مال اتیکسه، میگه که مثلا یه شرکتی بوده یه پروژه انجام داده شده 30 سال قبل، پروژه مثلا ساین شده با پروفشنال انجینیر، امضا شده، تاریخ زده شده، پروژه کامپلیت شده. فرض کنید مثلا یه پاور پلانتی قسمت الکتریکالش رو یه مهندس امضا کرده 30 سال پیش، حالا مهندس ریتایر شده، بازنشسته شده. حالا میخوایم یه سری کارهای دیگه تو مثلا میخوان مودیفای کنن، بعد میخوان داکیومنت ها و دراینگ های قبلی رو ریویو کنن ببینن که مشکلی داره نداره. به سوالی که اینجا مثلا از پی او ام پی پی ازتون میپرسه این که اون استمپ هایی که تو مثلا دراینگ ها زده شده اکسپایر شده، بعد 30 سال اکسپایر میشه، یه تاریخ اینجوری داره. یا گزینه بی میگه که استمپ هیچ وقت اکسپایر نمیشه، هیچ وقت از بین نمیره. گزینه سی میگه که استمپ یعنی مهر مهندس اکسپایر نمیشه، ولی مهندس جدید باید اینو حتما دوباره اپرووش کنه، دیزاین قبلی باید اپروو بشه دوباره. گزینه آخر هم میگه که مثلا retired engineer has to be contacted، باید دوباره ازش باش در تماس باشه که سوال کنه از اون دیزاینی که 30 سال پیش امضا کرده. اینو میخوام تو چت بگین که کدوم گزینه به نظر شما درسته، یا اگه یکی از دوستان میخواد توضیح بده که فکر کنه کدوم گزینه به نظرش جواب صحیحه، میتونه آمیوت کنه جوابش بده. اکثرا دارم میبینم بی و سی، بیشترش سیه. به نظر منم گزینه سی. این یکم حالت یکی از اون تست تریکیه امتحانه که جواب بی درسته، سی هم به نظر درسته. تستاش هم باز مدل کنکور ایران، معمولا یکیش خیلی پرته، مثلا دی خیلی پرته، شما هیچ وقت کسی که دیگه مثلا ریتایر شده رو نمیرید دنبالش بعد چند سال که بیا آقا توضیح بده که مثلا چه دیزاینی کردی. من که یه موقع مثلا یه اتفاقی بیفته، مثلا یه پلی بریزه، یه ساختمانی خراب شه، بعد حالا میرم دنبال مهندس اگر مثلا در دسترس باشه باهاش صحبت میکنن. مثلا این گزینه دو دی آفه، گزینه ای هم تقریبا میشه گفت آفه که مثلا یه سالی تعیین کرده واسه امضا، واسه اکسپایری دیت مهر، ولی جواب درست گزینه بیه. هر مهری رو که یک پروفشنال انجینیر بزنه یعنی دیزاین رو ریویو کنه، این تا آخر اسوم میکنیم که هیچ مشکلی واسش پیش نمیاد، یعنی هیچ وقت اکسپایر نمیشه. هیچ وقت واسه شما تو شرکت زیادم اتفاق بیفته. من شرکت کار میکردم یه سری دیزایناش مال مثلا واقعا 40 سال پیش بود، هیچ وقت کسی اول نخواست که اینا رو یه بار دیگه بشین بخون ببین چه مثلا چه اتفاقاته. من اینکه بخوام حالا مثلا یه مشکلی بوده مثلا فهمیدن، حالا باید ببینن یکم موشکافی کنن، ولی در حالت عادی مهر یه چیز به قول معروف مثل آیه قرآن میمونه اینجا، یعنی همیشه ولیده. تست بعدی میگه که اگر بنن environment infraction as occurred in the environment normal،
میگه اگه یه مشکل، حالا من اینا رو یکم به فارسی ترجمه میکنم که سریع‌تر جلو بریم، ولی حالا وقتی تست میزنیم من دوست دارم که یعنی حتما باید خودتون بخونید و دستتون را بیفته به اصطلاح انگلیسی شد. میگه اگه یه مشکل انوایرومنتی حالا به هر دلیلی توی پروژه بیفته، اون لایبلیتیش گردن کی رو میگیره؟ یعنی کی مسئول این کاره؟ گزینه یک میگه که تمام پارتی‌هایی که اینوالو بودن مسئولن. گزینه بی میگه پروفشنال انجینیری که مسئول پروژه بوده مسئوله. گزینه سی میگه اون کانترکتری که این پروژه رو انجام داده مسئوله. گزینه دی میگه که اون ارگانیزیشن یا اون شرکتی که پروژه رو به کل اکزیکیوت کرده اون مسئول این مشکلی که پیش اومده. بازم تو چت اگر بگین گزینه این مورد نظر شما ای بی سی دیه. ببینم جواب رو اکثرا ایه. دو سه تا هم بی بود ولی اکثرا ایه. جواب درستم همون ایه. تو این تو این پر این یه اتفاقا این جالب بود، این یه قانون بود که عوض شد. الان یه اکتی بود از سال 2004 اپلایش کردن که تمام کسایی که اینوالو بودن تو اون پروژه مسئولن. یه زمانی بود قدیما مثلا چون 22 قبل 2004 مثلا میگفتن که اون کسی که امضا کرده فقط مسئوله، کانترکتر اصلا با اینکه میدونسته ولی کلاینتش گفته این کارو بکن باید میکرد. ولی الان میگه کوچکترین شخص با کوچکترین سمت اگر میدونسته که این ممکنه یه اتفاقی بیفته باید به اطلاع برسونه، جلو پروژه رو بگیره، به رئیسش بگه، رئیسش نبود به رئیس رئیسش، اگر هیچی جوابش رو نداد بهش میگن ویسل بلوئر و بره به اون ارگانیزیشنی که مثلا اگه مهندس باشه به پی او بگه که تو این شرکت این اتفاق افتاد، اینا دارن این کارو میکنن، هیچ کم جوابگو نیست، بعد اون وقت پی او وارد میشه. ولی اگر سکوت کنه بعدن مشکل پیش بیاد تمام پارتی‌هایی که اینوالو بودن باید جواب بدن. اینم باز جز سوالای تقریبا آسون بود. این سوال مثلا سوالی که خب باید بخونید، یعنی همین جوری نمیشه شانسی گفت. این چیز یه سری عدد رقم‌هاست، یه سری سوالاست، اینا رو باید حفظ کنید. مثلا اینجا میگه که میگه کسی که مثلا یه دیزاینی یا یه اینداستریال دیزاینی رو درست می‌کنه، ماکسیموم ترمی که اون حق کپی رایت رو میتونه حفظ کنه چقدره؟ 3 سال میتونه حفظش کنه، 10 سال، 20 سال، 50 سال، که بعد از این سال دیگه خودش حق حالا معروف معنوی نداره، باید یعنی آزاد، همه میتونه از اینداستریال دیزاینی که کرده استفاده کنن. من ببینم کدوم گزینه رو شما اینجا میزنید، A, B, C, D. این یکم حالا همه یا بی زدن، بی و دی، بین بی و دیه، یه سری سی زدن. اینجا هم جواب گزینه بیه، 10 ساله. اینم اتفاقا باز جالب بود، من بعدش یکم شک کردم، اصلا دوباره چک کردم چون به نظرم یکم بیشتر بود. دیدم انگار 15 سال بود جدیدن کردنش، یعنی چندین سال کردنش 10 سال. اینم من می‌خواستم نکته بگم که یه سری چیزا رو باید با دقت بیشتر کنکوری بخونیم، یعنی سوالا اینجوری هم میدن دیگه، اینو بدون با اطلاعات عمومی نمیشه رفت. چرا سوال بعدی میگه که لیمیتد لایبیلیتی واسه کورپوریشن ها، هر کورپوریشنی که ثبت میشه یه لیمیتد لایبیلیتی میگیره، میگه این کیو میخواد پروتکت کنه. اینم از اون چیزایی که خیلی شب بدونن، ولی واسه اینکه دقیق بتونی سوال جواب بدی باید حالا تمتر یا تستش رو زده باشی یا دقیق اون تکست کتاب رو خونده باشی. این میگه limited liability واسه corporation ها، میخواد پروتکت کنه آفیسر و دایرکتر شرکت رو، میخواد پروتکت کنه شیرهولدر رو واسه سیز شدن اسیت های شرکت، کردیتور ها، یعنی به قول معروف بستاند کارهای شرکت. سی میگه که میخواد لیمیت کنه دایرکتر ها رو از لیگال اکشن ها. دی میگه اینا اصلا فارسی گفتن سخته از انگلیسی شه، دینایز بیزینس کریدیتور اکسس تو کورپوریت اسست، میگه که میخواد طلبکارای شرکت رو از اسست های شرکت جلوگیری کنه.
اینم ای بی سی دی من ببینم چی زدین شما. دی سی اکثرا بین دی و سی هم. این هم جواب صحیح بیه، یعنی پروتکت میکنه شیل هوردرها رو از پروتکت شیل هوردر فرام دی کریدیت تو سیس شیل هوردر پرسون هست. یعنی شما یه شرکت، اصلا دلیلی که شما شرکت ها اینکورپوریت میکنیم تو کانادا یا آمریکا یا جای دیگه اینه که یه موقع شرکت بانکراپت شد یا هر دلیل مشکل پیش اومد، نیان سراغ پرسون هست های شیل هوردرها. یعنی شما مثلا یه شرکتی زدین خودتون رو مثلا با یه پارتنرتون، پروژه انجام نمیشه به هر دلیل، یه پروژه ساختمانی گرفتین یهو مثلا 1 میلیون دلار خرج کردین بعد فروش نرفته مثلا 2 میلیون دلار ضرر کردین، بانک یا طلبکارا نمیتونن بیان مثلا خونه شما رو به جاش بردارن، ماشین شما رو به جاش بردارن، ولی میتونن اسست های شرکت رو بردارن، میتونن بیان مثلا اگر شما اگر ماشین به اسم شرکت بود اونو میتونن بردارن ولی ماشین شخصیتون رو نمیتونن بردارن. اینم یه سری این مثلا اینو گذاشتم اینجا که ببینون که مثلا فقط شما لازم نیست امتحان رو قبول شین، یعنی این چیزایی که تو زندگی روزمره حالا ایشالله یکم مثلا جا بیافتین اگه بخواین شرکتی بزنین، یعنی این اطلاعاتی که باید داشته باشین وگرنه خب مشکل دار میشین جلو رفتن. چون مثلا اینجا مثلا یه سری وامای شرکت بانک ها میدن اون تهشو میگن ما تای میکنیم به میخوام بیشتر مثلا پول بدیم، تای میکنیم به پرسونال لونتون، به پرسونال استتون. خیلی این قوانین رو نمیدونن، بعد میگن که خب ما اینکورپوریت شر کردیم، بعد ولی وقتی مثلا مشکل دار میاد مثلا میگن یه ترمی اینجا نوشته بودن که مثلا ما خونت رو میتونیم سیزد کنیم. مثلا همین دونستن قوانین خیلی کمک میکنه تو پیشرفت کاری یا زندگی مثلا بهتر تو کانادا. یه سوال آخرم فکر کنم داریم، فکر کنم 5 تا بود اینجا. موسمانم کار نمیکنم شدش. اوکی. این هم از اون اصطلاح حقوقیه، اصلا نمیدونم معمولا کمتر بلدن کسی که تازه شروع کردن خوندن این کتاب رو. فقط بگین که اصطلاحشو بلدین یا نه، اینجانکشن تو چت بنویسیم یه سنو که من میخوام یه ایده داشته باشم که اصلا با اصطلاحش آشنایین یا نه. اگر میدونین جواب کدومه که یس یس با اکثرا کنم 50-50 است. این هم جزء اون قسمت های لیگال کتاب لای قسمت ترمای لیگال که هم خوبه یاد بگیرین هم سخته هم تو امتحان هم زیاد میاد دیگه. اینجانکشن هم کورت اوردره که ریستین یعنی به قول من رو پریونت میکنه پرفورمنس اکشن. حالا اینو توی کلاس ها بیشتر باش چیز کنیم، یکم قسمت های اتیکسش رو سریع میریم چون آسان تره، قسمت های لیگالش رو بیشتر وقت بذاریم هم ترماش یاد بگیریم هم کار بردش. این سوال های من بود، این هم هی قطع میشه چرا امروز. خب بریم سر سوال، من فکرم نیم ساعت الان شد، نیم ساعت هم وقت داریم قسمت سوال جواب. ترجیحاً اگر کسی، اگه بچه‌ها سوالای مربوط به خود امتحان دارن، من میگم اول اونا رو بپرسیم، آخرش اگر وقت شد، چون هدف بیشتر درباره پریپریشن امتحان و مثلا سوالا این است، بعد اگر وقت شد درباره پروسس پی انج و اپلیکیشن و ریکوایرمنت ها و اینا، من میدونم احتمال چند نفر سوال دارن در خدمت این باشه. یه سوال داشتیم تو چت از آقای مرتضی، بعد از آزمون قانون و اخلاق باز هم باید یک سال تجربه کار کانادایی رو داشته باشیم؟ امتحان معمولا زیاد ربطی نداره به چیز، ولی شما یعنی میتونین شما امتحانتو بعضی موقع پیو بهتون اجازه میده امتحانتون رو زودتر بدین، چون ما 4 سال از ما خواستن که پیو که میگم حالا من چون اونطوریام ولی کل کانادا منظور، ما 4 سال سابقه کار میخوایم که یه سال ایرانش رو معمولا قبول میکنن اگه بچه‌ها تو ایران کار کردن، ولی 3 سالش تو کانادا باید زیر نظر یه پروفشنال انجینیر کار کرده باشید. بعد وقتی اپلای میکنیم بعضی زودتر اپلای میکنن بعضی دیرتر، بعضی مثلا بعضی موقع پی او بهتون اجازه میده بعد 2 سال مثلا امتحانو بدین بعد واسین تا حالا اون 4 سالتون باشه، معمولا کمتر اتفاق میفته.
ولی شما معمولا اینجوریه که وقتی شما امتحان رو دادین اون 4 سالتون پر شده، مثلا در عرض 2-3 ماه اون اپلیکیشنتون اپروف میشه، فقط منتظر مثلا قبول شدن تو امتحانتون MPU که بعد بهتون تایتل و استمپ و به قول معروف اوارد میکنن. آقا حامد بفرمایید. سلام، حالتون خوبه؟ ببخشید من از برای اونتاریو امتحان دادم، امتحان میخوام ژانویه یا فوریه، ژانویه رو دادم و افتادم، بعد جوری هم افتادم، یعنی واقعا احساس کردم که نتونست. حالا من یادم نیست دقیقا 120 تا بود 110 تا بود، چون واقعا من برابر مثلا 20 سال آخر اصلا نمیدونستم یه 20 سال استانی هم وجود داره. خواستم ببینم شانس قبولی من، یعنی چون مثلا 3 بارم بیشتر نمیشه امتحان داد در بازه زمانی 2 سال. بله. حالا من یکی از شانس هم که پریده، خواستم ببینم که امکانش چه. من دوره شما رو ثبت نام کردم برای هفته از چهارشنبه شروع میشه فکر می‌کنم، ولی امیدوارم خب تو خوب شد. اولا اون فکر کنم اونتاریو یعنی همیشه 110 بود، یعنی قبل از یه مدتی یه تاریخی، بعد 10 تا سوال تخصصی اونتاریو بهش اضافه کرد که مربوط به قوانین اونتاریو، بعد دوباره اونو دراپ کرده، یعنی الان همون 110 تا شده دوباره مثل بقیه استان، اون 10 تا خود اونتاریو دیگه نیست. شما چه جوری بود؟ یعنی کتابا رو خوندین بعد رفتین؟ مشکل چی بود فکر کنین؟ واقعیتش من یه دوره خرید کردم، یه دوره اینترنتی بودش، یا به زبان اصلی هم بودش و به صورت پاورپوینت، حالا به صورت پاورپوینت رو فکر میکنم و حدوداً 500-600 تا سوال هم داشت. من خیلی تکست رو نخوندم، پاورپوینت ها رو گوش کردم و تست ها رو زدم، ولی حالا من یه سال نیام از اومدم، به نظر من خوندن سوال ها برام خیلی سخت بود چون خیلی طولانی بود و مثلا من آخر جمله که میرسیدم یادم میرفت که مثلا بالا اون کسی که مشکل داره جک جیم مریه یا هر که هستش مثلا چیکار کرده، دوباره باید برمیگشتم میخوندم و به نظر من خیلی وقت کم آوردن خیلی زیاد بود. شاید حالا من زبانم خیلی خوب نباشه ولی مشکل خوندنم داشتم و فرار بود برام سوال ها حتی وقتی میخوام جواب بدم. واسه همین من عرض کردم اولش امتحان آسونی نیست، بعد واقعا جدی گرفته شد، بعد زبانش هم بازم آسون نیست واسه کسی که مثل شما رو تازه تشریف آوردین. حالا زبانتون اگه خیلی خوب باشه ولی یه سری اصطلاحا هست و اون سرعتش اینا باید یکم کار کنین، یعنی باید قشنگ زمان بندی کنین. حالا من تو دوره‌ای که با هم هستیم یکم سعی می‌کنم پوش کنم که هم کتاب بخونم، چون اکثر مثلا این مؤسسه‌هایی که مثلا انجام میدن همین خارجی اینا هی میگن که بازم مثلا مثال کنکور اینو بیارن مثلا همین تحت تست قلمچی رو بزن قبول میشه، ولی واقعا کتابو بعد بخونی به دو دلیل، یکی امتحانو خب قبول میشی، ولی یکی این که واقعا نالجش هم بعدا به دردت میخوره. شما لانگ ترم نگاه کنین واقعا بد نیست این کتابا رو مثلا دقیق تر بخونی. کتاباش زیاده، مثلا من اینجا دارم مثلا با فونت ریز مثلا لیگال کتاب حقوقش مثلا 400 صفحه مثلا فونت ریز دیست، ولی اینا رو مثلا بخش بندی کنیم، مثلا تو هر هفته یکم مثلا خودتونم انرژی بذارین مثلا 40-50 صفحه که واسه اون هفته است بخونین، یه سری تست بزنین، با امید خدا قبول میشین. حالا چیز وحشتناکی نیست ولی دست کم هم نباید گرفت. ممنونم. خانم فرشته سلام، ممنون از توضیحاتتون. من 2 تا سوال داشتم که یکیشو پرسیدم قبلا، همین می‌خواستم اونم اخیرا توی امتحان من شنیده بودم که نام تعداد سوالات کم شده و زیاد شده و اینا از همین دوره قبل، اونو می‌خواستم مطمئن بشم که گفتید انگار دراپ کردن اون 10 تا تستی که اضافه کرده بودن و بعد، ولی زمانش هم کم کردن از امتحان، درسته؟ زمانش هم 2 ساعت و نیمه. اوکی 2 ساعت. آره همون همه جا، یعنی همه استانا 2 ساعت و نیمه غیر از بی سی. آره یه سری ولی خب وقتی سوالا رو مثلا تستا رو میزنین یعنی باید یکم دستتون فرض باشه دیگه، مثلا یه سری چیزا واقعا طولانیه اما اولش میفهمین که مثلا چند وقت گیره. شما مثلا ماکسیمم 80 ثانیه رو هر سوال بعد وقت بذارید، اگر فکر کنین مثلا زبان سخته یا اون مطلب رو بلد نیستین رد کنیم بریم پشت سرم، چون هیچ چیزی نداره، ضریبی نداره. من همیشه میگم مثلا اتیکس ها رو اول بزنیم، هم آسونتره، هم زبانش آسونتره، هم جواباش مثلا بیشتر make sense میکنه لاجیکش، بعد آخرش همچنین سوال سخت رو لیگان 65 نرسدم.
65 درصد از جفتش رو اگه بزنیم قبوله، یعنی مثلا اتیکس ها رو اگه کامل بزنیم از اون دوم یا یه ذره کمتر هم بزنیم قبول میشیم، یا 65 درصد اف ایچ هر کدومش رو 65 درصد. نه کلی کبک فرق داره، کبک اون 3 تا قسمت کرده، از هر کدوم باید یه ذره 60 درصدش رو بزنیم، یکی رو بیافتین دوباره باید چیز بشه، ولی این کلی اصلا کاری ندارن. شما مثلا اتیکس رو 100 درصد بزن، مثلا لیگال تو مثلا 10 درصد بزن. بعد ببخشید آخرین سوال میخواستم ببینم که تریک خاصی وجود نداره، بخاطر اینکه یادم امتحان پی ام پی رو که میخواستم بدم انگار مثلا میشد ایمیل بزنی ازشون درخواست وقت اضافه بکنی، بخاطر اینکه مثلا زبان اصلی مو زبان انگلیسی نیستش. میخواستم ببینم برای این امتحان همچین چیزی وجود داره یا نداره. اینو میکنه، آره منم شنیدم، یعنی من فکر کنم کیس بای کیس هم انجام میدن چون مثلا آنلاینه اینو حتما انجام. آره حالا تو کلاس بحثش میکنی، من دوست دارم بچه‌هایم که اکسپریانس داشتن اگر تو الان هستن میگن، ولی بودن کسایی که ایمیل میزنن میگن که آقا ما مثلا مهندسیم، ما بلدیم، ما ترما رو بلدیم، ولی زبانمون ضعیف، مثلا تازه نیو ایمیگرنتیم، دو سال اومدیم، مشکلمون زبانه. اینا نکتهشون همین تو وبسایت و اینجا همه جا می‌نویسن، ما مثلا آیلتس و تافل نیستیم، ما باید مثلا با زبان مینیمم هم شما بیان کار کنید چون ما می‌خوایم تست مهندسی از شما بگیریم. واسه همین ایمیل زدنش زحمت نره شده، آره به بعضی هم وقت بیشتر دادن که جا جا در... اوکی مرسی، ممنون از لطفتون. خواهش می‌کنم. تو چت سر سوالام تو چت من فقط نخوندم، من خوندم یکیشو براتون، فقط این آخر سر که گفتن در مورد انشای مربوط به استان بی سی بفرمایید. انشا فکرم از اتون اسه دیگه، اسه یا رو قدیما هم اسه، یعنی من خودم 2011-12 که بگم 11 امتحانش رو دادم، اون موقع هم اسه ای داشت، یعنی یه سری سوال تستی داشت اولش که اونا رو میزدیم که قسمت سختش باز اسه ایش میشد، که یه سناریوی بهتون میدم مثل کیس استادیه که دربارش باید توضیح بدیم، مثلا همین یکی از این تستایی که زدیم، مثلا همون اولی که یه پاورپلنتی بوده مهندسش مثلا ریتایر شده، حالا میخوان امضا رو بگیرن، دوباره 30 سال گذشته، مثلا باید چیکار کنیم. اینجا یه توضیح میدین به صورت نوشتن، اونم باز زبانتون رو زیاد نمیخوان مثلا اسس کنن، میخوان فقط اون ببینن که میتونین جواب سوال رو بدون اینکه مثلا گزینه رو بهتون داده باشن میتونین مثلا نالجش رو دارین یا نه. پرسیدن نمونه سوال خوب از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ خوب رو نمیدونم، ولی ما یه سری سوال رو داریم، یه سری سوال هست، یه سری خود پی او میذاره، یه سری ها ای پی ای میذاره، اینا رو به صورت یه پکیج های صد تایی میذارن، نفکم $100 بود 100 سوال یا همچین چیزی، که اینا رو میتونین تهیه کنین، ما هم تو کلاسامون داریم دیگه، ما سوال به قول معروف بانک سوالی خوبی داریم که با بچه ها کار میکنیم، ولی خودتون هم بخواییم بخرین سایت APG اگه برین سرچ کنین MPP exam مثلا prep test، یه لینک میاد که 100 تا سوال میتونین بخرین، مثل یه امتحانه دیگه کامل. این تست زدن هم خیلی کمک میکنه، یعنی من بازم مثلا به بچه هایی که میگم حالا چه بابا میخوان شروع کنن چه نه، من همیشه میگم یه سری اول تست بزنین که یه ایده داشته باشه، همون کاری که الان کردیم مثلا 5 تا یه ایده داشته باشین که وقتی کتاب رو میخونین یا وقتی مثلا سر کلاس ها میان اون پریزنتیشن ها رو مثلا داریم با هم کار میکنیم دستتون بیاد که مثلا کجا بیشتر ممکنه سوال بیاد، چه تیپ سوالایی میاد، چه تیپ سوالایی نمیاد، که کتاب رو یکم اسمارت‌تر رو مثلا با هدف‌تر بخونه. ولی سوال زیاد اونجوری نیست که مثلا مدل کنکور ایران 6 تا کتاب چاپ شده باشه فقط سوال. سوالاش هم هر چند وقت یه بار اینا تغییر میدن که بچه ها بیشتر به سمت کتاب خوندنش برن تا سوال. چه سوالی بود؟ خشمارم. اوکی.
مگه سوالی درباره خود امتحان نیست؟ حالا که دوستان سوالی درباره پروسه پی ان جی گرفتن دارن، ریکوایرمنتاشو الانم باز هم من میتونم کمکتون کنم، هم خیلی از دوستان این مرحله رو گذروندن، اپروال رو گرفتن، هم منتظر اگزمن. خب الان توی پروفایل گزینه رزرو آزمون باز هست، الان میتونم آزمون 23 برنده قرار تیاردت اینترویو بشه بشم رزرو کنم. منظورتون دقیقا نفهمیدم آقا مرتضی، یعنی اگر واسه تون ایمیلی اومده که میتونین امتحان بدین، خب امتحان رو میتونین رزرو کنین و امتحان رو بدین، اینترویو رو ممکنه بعدش بذارن، ولی اگر ایمیل نیومده چون یک کد نمبر یا رفرنس نمبر بهتون میدن، طبق اون باید برین تو سایت اپلای کنین واسه روز امتحان، اگر اون رو ندارین الان نمیتونین. بعد آگست هم یکم زوده، واسه میکنم نمیدونم الان مطالعه کردین یا نه، ولی یکم مثلا تو دو ماه اگر از صفر بخواین شروع کنین یکم کارتون سخته. کار پارت تایم برای یک سال سابقه کننده مورد قبول هست. این پارت تایم و فول تایمش رو زیاد اذیت نمی‌کنن. مهمترین چیزش واسه شون اینه که زیر نظر پی‌ان‌جی باشه، یعنی شما وقتی فرم رو پر می‌کنین روی رفرنساتون رو یا می‌دین که اونا می‌خوان چک کنن، حتما باید یه مهندس پی‌ان‌جی سوپروایز کرده باشه شما رو. حالا کار پارت تایم مهندسی هم یکم کمتره اینجا، آدم منظورتون چه تیپ کاریه، ولی اگر مربوط به کار مهندسی و دیزاین و اینا باشه و سوپروایزرتون هم پی انج باشه مشکلی نخواهد. سلام عرصو جان مهندس. سلام آفرس. خسته نباشید، ممنون از وقتتون، خیلی زحمت کشیدید. جان مهندس من یک سال سابقه کار پروژکت منیجر دارم، آیا بهتر به نظر شما که این تایتل رو بیان نکنم؟ چون مهندس اچ‌وی‌ام و در اصل همه کار میکنیم، اونجوری نیست که فقط مدیریت پروژه باشه، یا اینکه اون تایتلی که تو قراردادمون ذکر شده رو نظام مهندسی آنتاریو درخواست میکنه ازمون؟ نه اولا که حتما چیز کنیم به عنوان مهندس، حالا تایتل مهندس که نمیتونیم بزنیم، همین پیش نمیم، ولی به عنوان دیزاینر یا ایایکی اگر هستین، یعنی اون رزومه که میفرستین یا اپلیکیشنی که پر میکنین به اون سمت بیشتر دیزاین و مهندسیش برین، یعنی زیرش هم دیسکریپشنی که مینویسین کارهایی بکنین، کارهای مربوط به دیزاینتون رو بیشتر هایلایت کنین، چون شما دارین واسه پروفشنال انجینیر اپلای میکنین به عنوان پراجکت منیجمنت نیست. تو اینم یکی از ایراداتی که اکثر مثلا ایرانی انجام میدن، هی میخوان رزومه‌شون رو مثلا بزرگ کنن، فکر کنن اگر پروژه منیجر بنویسن، اگر بنویسن مثلا 30 نفر به من ریپورت میکردن، من پروژه 100 میلیون دلاری جلو بردم، فکر میکنن مثلا اپلیکیشنشون قوی تر میشه. ولی کسی که ریویو میکنه تو پی او یا استان دیگه، اتفاقا میخواد بدونه که آقا شما اصلا نشستید 4 تا دیزاین کردی، شما اصلا اطلاعات مهندسی در چه حد. سعیم به اون سمتی که خودتون فرمودین، مثلا به عنوان مهندس اچ‌وی‌اک اگر بیشتر برین شانستون بیشتره. پس از ما قرارداد کاری نخواهد خواست در ادامه که دقیقا تایتل شرکتی ما رو ببینند قرارداد، همون توضیحاتی که خودمون تو اکسپریانس میدیم و رئیس شرکت و حالا مهندس به اصطلاح تایید کننده کارمون تو شرکت تایید کنن کفایت میکنه؟ آره اینجا به قول معروف تایتل هم عوض کنن به نظر شما؟ تایتلتون چیه الان؟ تایتل هم پروژکت منیجره، ولی آره. به نظرتون اصلا نیاز نمیشه؟ نه که نه اینا که به قول معروف حمد بر چی میگن؟ حمد بر ولید بودن اطلاعاتی که داریم میدینه، یعنی هیچ وقت نمیان چک کنن که ببینن که مثلا برن ببینن شما تایتلت تو شرکت کیه یا زیده. ولی کاری که میکنن رفرنساتون رو، یعنی زنگ میزنن، یعنی یا ایمیل میزنن یا زنگ میزنن در بیشتر موارد. شما بهتره که یک کسی باشه که حالا خوبتون رو بگه، یه موقع مثلا حتی اگر رئیستون مثلا فکر کنین آدم حالا شاید یه موقع مثلا چیز نباشه، مثلا سیم پیج باهاتون نباشه، مثلا اونو ندید،
یه همکاری که حالا حدودی مثلا یکی یه ردشون بالاتره یه سری پروژه رو با هم کار کردین اسم اونا برید. من اسمی که من مطالعه کرده بودم میخواست که رئیس کمپانی و حالا اون فردی که مهندسه و تایید میکنه کارمونو این دوتا حتما باشن و حالا یه دونه پنج دیگه. حالا رئیس کمپانی آخه منظورتون کیه مثلا؟ آخه رئیس حالا من تا اینجا که میخوندم برای آنتاریو رو میگفت رئیس کمپانی حتی اگه پنج نباشه و ولی دو نفر پنج که یکیشون کسی باشه که زیر نظرش داریم کار میکنیم و حالا فرد دیگه هر کسی میتونه باشه برای اون یک سال سابقه کانادایی. آره دیگه شما چون تو این فکرم دیگه مثلا همین یه شرکت کار کردین دیگه تو این مدل. بله بله. گفتید چون شما رفرنس ست رفرنس می‌خواید از ایران که نمیتونیم بدین اصلا اونا پی اچ نیستن اصلا نمیدونن چه. شما سه نفر از این شرکتی که الان مشغول کار هستین می‌خواید، یکیش میشه رئیستون، سوپروایزرتون، منیجرتون یا هر تایتلی که داره دیگه. معمولا آدم بیشتر از یه منیجر که نره دیگه. من مثلا تو بعضی پروژه شما به دو نفر رپورت، ولی اون منیجرتون حتما بنویسین. دو نفر دیگه هم به نظر من مهم نیست که مثلا رئیس کل شرکت باشه، یا دو نفر پی انج دار که فکر میکنین حالا بعد شما رو نخواهن گفت، اگر زنگ بزنه من فلانی رو میشناسم حتما مثلا گود ورد بذارن و بگن که مثلا کارش رو مثلا قبول داریم. و لزومی نداره اینا اصلا همکارای این شرکت باشن، میتونن دوستان دیگه از شرکت های دیگه هم باشن. این مشکل ایجاد نمیکنه؟ این مشکلی ایجاد نمیکنه. خیلی هم کار میکنن، مثلا پسر خالهشون چون دارن پی انج ولی هیچ کاری برام نکردن، ولی خب یه جوری می نویسن چون طرفم میگم باز اینا نمیان چک کنن که آقا شما چیکار کردین و این ایمیل کاریتون رو واسه ما بفرستین و چه دیزاینی برام کردین. بله بله. ولی اگر فکر میکنین که مثلا یه پروژه‌ای حتی کوچیک با هم انجام دادین، و بعضی تا تو دانشگاه اینجوری مثلا یه پروژه دانشگاهی انجام دادن با یه ترد پارتی خارج شرکت که پی انج، خب اونم قبوله، حتی مثلا در حد یه چیز پارت تایم کوچیک. خیلی ممنون جناب مهندس. من این سوالاتم واقعا هم در ارتباط با این دوره نیستش. ممنون که پاسخگو بودید. من فقط بس در نهایت بهتر اصلا حرفی از پراجکت منیجر نیارم تو رزومم؟ بیارین حالا مقدارشو، ولی هایلایت زیاد نکنین دیگه. بیشتر مثلا فوکوستون رو بذارین رو قسمت دیزاین و مهندسیش. شما مثلا پروژه منیجر خب مثلا میشه پی ام پی. چون پی ام پی بخوای اپلای کنین خب اون قسمت رو هایلایت میکنین مدیریت پروژه اینا. ولی ما الان داریم واسه پی ان ج اپلای میکنیم. پی ان ج یعنی مهندسی و دیزاین و کالکولیشن و اینجور چیزا. درسته جامانیس. من متاسفانه الان در حال حاضر کمپانیمون تو کبک هست، ولی تمام کارامون توی آنتاریو در حال اجرا هست و همونطوری که مطالعه کردم سایت نظام مهندسی آنتاریو رو محدودیتی نبود برای محل زندگی و من واجد شرایط هستم برای اپلای اصلا برای پیو یا باید حتما محل زندگی. متاسفانه شما نمیدونم چرا گفتین شرکت تو کبک، ولی شما الان یعنی خودتون آنتاریو هستین، شرکت کبک رزیدنت کجا؟ من ساکن مونترال هستم ولی کارامون همه توی آنتاریو هست، چون آنتاریو یه اینسنتیوی میده به ساختمون ها برای سیو انرژی. ما تمام کارامون توی آنتاریو هست و اونطوری که میخوندم سایت آنتاریو رو، فقط میخواست که اون جایی که میخواین کار کنید برای نظام مهندسیش اپلای کنید، نه اون جایی که محل زندگیتون هست. من الان به نظر شما میتونم اپلای کنم برای اینا؟ ما یه وبینار داشتیم، اگر برین چک کن چون نمیخوام اشتباه بهتون بگم. تمام این سوالا تو هم وبسایتمون هست، مثل Q&A سیکشن هست تو وبسایت فناوران، هم یه ویدیو یوتیوب یه ساعت هست که من دیدم مهندس دو تا ورژنش هم بود دیدم. آره. میفرمایید البته تو یه جایشون حالا مهندس میفرمایند که اصلا مشکلی نداره، تو یه ورژن دیگه‌اش میفرمایند که نه بهتر همون محل زندگیتون باشه. من فکر کنم یه جا من باید چک کنم چون حالا بعد قانونش هم من فکر کنم نوشته بودم رزیدنت اون استان باید باشین، یعنی الان مثلا من تو اونتاریو هم و اگه بخوام واسه حالا البته من قضیه فرق داره چون من پی ان جو دارم بعد میتونم به راحتی ترنسفر کنم استان، ولی اولین بار که میخوام پی ان شم فکر کنم برای رزیدنت اون استان بگیرین اول. ولی اینو میتونین، خیلی آدمای پاسخگویی هستن، اگه به پیو ایمیل بزنین به اون جنرال ایمیلش زنگ بزنین درست
جوابتون رو میدم. مثلا بگین که مثلا من انگلیسی زبانم، من پروژه های اونتاریو رو انجام میدم، مثلا برنامه هم هست مثلا بیام اونتاریو اصلا چند سال دیگه، میتونم اپلای کنم، مثلا ریکوارمنت ها رو دارم. خیلی ممنون مهندس جان، خیلی لطف کردی، تشکر. ممنون، مرسی. من با اجازهتون میوت میکنم. مرسی. چت یه سوال رو پاسخ ندادیم. کدوم بود؟ اون در مورد سابقه کار آخریه؟ بله. حالا دارم میرم در مورد سابقه سوپروایزر که سابقه کار رو انجام حتما باید لایسنس بشه، مالش بیا ممکن بشه دیگه. نه، بازم تو کانادا پروفشنال انجینیر به یه انجینیر کلی میگن، یعنی تو ایران ما داشتیم مهندس مکانیک داشتیم، مهندس برق داشتیم، ولی اینجا وقتی شما پروفشنال انجینیر میشین تایتل انجینیر بهتون تعلق میگیره، هیچ شاخه نمیگن مثلا پروفشنال انجینیر مکانیکال، پروفشنال انجینیر ساینس سیویل. بعد این مهندس، یعنی پروفشنال انجینیری که شما بهش ریپورت میکنین، هر دیسیپلینی داشته باشه میتونه کار شما رو تایید کنه، مثلا رفرنستون باشه یا چیز. حتی مثلا تو شرکت ها حتی زیاد ریکامند نمیشه، ولی مثلا من مهندس مکانیک میتونم مثلا دیاگرام های الکتریکال مثلا درانگ ها رو ریویو کنم، امضا کنم، با اینکه رشتم نیست، ولی اگر به قول معروف نالج و سوادش رو داشته باشم و کانفیدنت باشم که میتونم این کار رو بکنم، اون پایینش امضا میکنم به اسم خودم، هیچ مشکلی هم نخواهد پیش آمد. سلام، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من یک سوال در مورد این یک سال سابقه کار کانادایی داشتم. خواستم اینم که مستر آف انجینیرینگی که ما تو آنتاریو گرفتیم کردیتی حساب میشه برای این یک سال یا نه؟ مستر آف انجینیرینگ متاسفانه نمیشه. اگر شما مستر آف ساینس گرفته باشین یا مثلا لول بعدش پی اچ دی، یه سال اونو قبول میکنن، یعنی از دو سال مستر آف ساینس یه سال، از چهار سال پی اچ دی یه سالش رو قبول میکنن. ولی مستر آف انجینیرینگ چون کورس بیس پروژه نیست معمولا قبول نمیکنن، یعنی مثلا بهتر صبر کنین. مرسی خانم. ما یه سه چهار دقیقه دیگه هم وقت داریم اگه کسی سوال خاصی داره درباره خود امتحان، درباره یا ریکوایرمنت های پی ان شدن. اطلاعات شرکت رو من اینجا نشون بدم. ما واسه خود مراحل پی ان جهت آمادگی ام پی پی خیلی مطالب داریم به فارسی تو سایت فناوران گذاشتیم، دوستان زحمت کشیدن ترجمهش کردن از سایت های خود استانی، خیلی از سوالاتون اونجا جواب داده شده، میتونین مطالعه کنین اگه به سایت fanavaran.ca برین، Q&A ها رو بخونین حتما، اگر سوال خاصی بود حالا یه ایمیل بزنین یا تماس بگیرین، ما خیلی دوست داریم کمکتون بکنیم. و تو این پروسه گرفتن پی ان که واقعا یکی از شاید بهترین اینوستمنت های کریرتون باشه اگه بخواید به عنوان مهندس یا حتی بعدا پروژکت منیجر کار کنین، کمکتون کنیم تو اینا. خب تقریبا ساعت 8 تورنتو، اگر سوال خاصی نیست یه میتونیم جلسه رو به قول معروف جمعش کنیم و حالا باز اگر سوالی بود درباره امتحان میتونیم با من تماس بگیرین. واسه این دوره هم که از جون پر شده، ولی دوره بعدی احتمالا سپتامبر شروع کنیم. کسایی که دوست دارن شرکت کنن میتونن مثلا تو کانال تلگرام فناوران دنبال کنن، واسه یک کلاسای بعد ثبت نام کنن و ان شاءالله زودتر این مدرک پی ان جی شون رو بگیرن. سلام، ببخشید من یه سوال آخری همین الان انجام دادم، نوشتم براتون، مثلا ببینم امکانش هست جواب بدید. خیلی فکر کنم سریع باشه. خیلی ممنون، ممنون از محبتتون. سوال آیا برای هر شرکتی که کردین بس 3 نفر رو معرفی کنم؟
آره در کل باید 3 نفر باشه، احتمالاً ترجیحشون هم اینه که مثلا 3 نفر مختلف باشه. یعنی وقتی شما مثلا به عنوان کانادایی مثلا اپلای میکنین، تو 4 سالی که تجربتون رو کامل کردین معمولا یکی دو تا شرکت عوض کردین، میگن حالا سوپروایزر هر کدوم از شرکت. ولی اگر فقط توی یه شرکت کار کردین، 3 نفر از اون شرکت که یه نفرشون بعد سوپروایزرتون یا منیجرتون باشه، ولی فرقی نداره. فقط تن ریکوارمنتی که اینو میخوان این که پی انج باشه. خیلی ممنون. خواهش ببرم. پس اگر سوال دیگه نیست، شب خوبی داشته باشید، در تماس باشید و امیدوارم که توی این مسیر موفق باشید. خیلی ممنون. از خواهی میکنم. چه؟ من فقط به عنوان آخرین سوال، چون کسی که باید امضا کنه سابقه کاری رو باید پی انج باشه و پروفشنال انجینیرینگ کانادایی باشه، عضو اوردر مهندسین کبک هم باشه، جزء مهندسین حرفه کانادا محسوب میشه دیگه. آره درسته؟ آره فرق از هر استانی، فقط تایتلش مهمه. درسته. خیلی ممنون. شب خوبی داشته باشی جان. من هم چنین. تشکر. خداحافظ. خداحافظ.